خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، خدای خودشونه میگم که ساختن گذاشتنش بالای آسمون، بی همه چیزان، بی ناموسان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، 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 حکومت دزدان به نام دین. بهانه شونم اینه که این دین با شروع غارت شروع شد و چون با غارت شروع شد ما میتونیم که غارت کنیم اسمشو بذاریم دزدی، یا دزدی کنیم اسمشو بذاریم غارت. به این دلیل دستندرکاران این حکومت از بالا تا پایین همگی دزدند، از رهبر و اکبر و دولت و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و طویله های خبرگان و شورا و تشخیص و قوه های متفاوت و انتظامات و سرداران سپاه، سرداران ارتش، سرداران شهربانی، همه دزدند. منتها دزدی که اینا میکنن اسمش دزدی اسلامیه. دزدی اسلامی گناهی نداره چون الله پشتیبان دزدی اسلامیه. الله دستور دزدی اسلامی رو داده، الله راهنمایی کرده، الله در کتاب مقدسی که در آسمون چاپ شده پرت کردن پایین نوشتن که کسانی که در راه الله آدم میکشند الله اونا رو خیلی دوست داره. بنابراین هرچی آخوند و دزد و بی پدر و مادره طرفدار اللهه. ببخشید از کسانی که، چون کسانی هستن این الله رو قبول دارن، نه دزدن نه هیچ. من وقتی اینا رو دارم میگم قصدم اون دزدانه، قصدم توهین به تودهی که الله رو قبول دارن. مثل یکیشون که من زنگ زده بود، آقای فاضلی، اسلام از زمان آدم بوده تا آخر دنیام هست و این با این اسلام آخونده فرق داره، من با اون کاری ندارم، باهاش موافق نیستم، بهش میگم برو بخون، ولی هیچ وقت نه به اون توهینی میکنم نه به اون کاری دارم اصولا. یه روزی خودش یا با همین اعتقادش از این دنیا میره یا اینکه بیدار میشه که اسلام با اسلام آخوندی فرق داره و باورش اینه که اسلام از زمان آدم وجود داشته. موسی مسلمون بوده، عیسی مسلمون بوده، حتی زرتشت مسلمون بوده. من چیزی نمیتونم به این آقا بگم، این آقا باورش اینه تا آخر دنیا می اسلام وجود داره، منتها اسلام رو نمیشناسه. به اعتقاد من از طریق از نظر خودش ممکنه خوب بشناسه. اسلام ما امام حسینه، امام علیه، اربعینه، تولد امام رضاست، ضربت خوردنه، این اسلام ماست. ما اسلام دیگه ای نداریم، اسلام توی این نوشته شده. آقای تلفن کرده بود، جوانی بود، صداش معلوم بود که در سوره بقره من خوندم که الله میگه، نمیگه حوری به شما میدیم، میگه یه جفت بهتون میدیم، یه جفت. خب مترجم فکر کرده الله نمیفهمه،
مترجم فکر کرده محمد نفهم بوده، اومده حرفای اونا رو عوض کرده، یه چیز دیگه ای از قول خودش گذاشته، یعنی خودش هم الله هم محمده، چیزی که اونا گفتن ورداشته به سبک امروز گذاشته که شماها بگین که به 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 جفت به ما میده، ما میدیم تو بهش جفت بهمون میده، فرق نمیکنه خانم میاره، تو بهش نوشته هر چی دلتون بخواد، حالا میگه یه دونه میده، این جفتی که بهت میده از کجا میده؟ اصلا چرا باید جفت بهت بده؟ تو همه این کارا رو میکنی که بری بهشت بهت جفت بده؟ باش بکن، حرفی نداریم. به همین دلیله که آخوند با پشتیبانی الله دزدیشو میکنه، آخرش هم میاد چو میندازه که این اسلام آخوندیه، این با اسلام فرق میکنه. خب اسلام چیه؟ نمیشناسی، برای همینه که دنبال اللهی. آخوند اون یه دونه الله کمشه، یه الله هم زیر زمین، هفت طبقه زیر زمین یه الله درست کرده. نفر اولشون 1200 سال پیش برد این الله رو، گذاشت قاطی خیکای روغن تو سردابش به صورت یه بچه 4-5 ساله. اون بچه 4-5 ساله 1200 سال زیر زمین داره زندگی میکنه، امام زمان توه، سهم اونو باید بدی به آخوند. فکرم نکن چرا میدی به آخوند. تو دزدیدی، از الله میترسی، به این الله میخوای باج بدی، ولی دلیل نداره تو زحمت بکشی ببری بدی به آخوند بخوره. به نیابت امام زمان. کدوم امام زمان؟ قرن 21مه، قرن شعوره، قرن فهمه، قرن دانشه، قرن خرده. میخواید بی بهره بمونید از همه اینا، از دنیا عقب بمونید، بفرمایید، من مخلص شما. در غیر این صورت آخوند صبح میره تو زیر زمین، تو تایچا، اونجا صوبونش و هرچی گیرش بیاد تایچا میخوره، میاد بیرون میگه با امام زمان صوبونه خوردم، اینم امضای امام زمان. و بایی چی میگه؟ درست گفتی. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز جمعه است و قاعدتا ما بایستی از شما خواهش کنیم که یه مقداری از ما وسائل بخرید. چه کنیم دیگه، جمعه روز دکونداریه. منتها در مغازه ما به جز کتاب چیز دیگه ای تا به امروز نبوده. امروز یه مش خاطرم براتون آوردم و کسانی که از کامپیوتر استفاده میکنن، آخر این هفته از اون فیلم‌های خاطره انگیز سینمای ایران، هفته پیش قیصر رو براتون گذاشتم، این هفته براتون فیلم گنج قارون رو دارم میذارم. امیدوارم که در عوض دیدن گنج قارون یه دلار بدی. فکر کنید رفتید سینما، سینما اینجا چند دلاره؟ بسته به کرم خودتون. هفته پیش این برنامه های من طول هفته روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 7 صبح به وقت لس آنجلس پخش میشه، روزهای شنبه و یک شنبه 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس 2 تا از برنامه ها تکرار میشه. یکی از برنامه های تکرار میشه، این برنامه از روز یک شنبه تکرار میشه.
که شاید بیننده‌ای داشته باشه در امریکا و اونها محبتی کنن. معمولا اسم نویسندگان رو من میگم و بعد اگر فرصتی شد کتاب‌های اونا رو معرفی میکنم. کتاب‌هایی که من به شما معرفی میکنم کتاب‌هایی است که خودم خوندم و معتقدم که کتاب‌هایی است که به درد شما میخوره. از شجاع الدین شفا 10 کتابه که بهترینش تولدی دیگره و باز بهترینش اون پکیج هفتاییه که 300 دلاره و از همه جای دنیا ارزون تره، با جلد محکم بهش میگن، جلد مقوایی، جلد هرچی فکر میکنید. 7 کتاب توی بسته میاد و این از شجاع الدین شفاست. از آقای مسعود انصاری 11 کتابه، از آقای هوشنگ معین‌زاده 7 کتابه، بعد از آقای علی میرفطرس 5 کتابه، از آقای کسروی، اسم کتاباشو میخونم چون اینا رو کمتر گفتم، زندگی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله، شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخ شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری، قتل کسروی از ناصر پاکدامن. این کتاب های آقای کسروی، ببینید تمام کتاب ها رو روی سایت رضافاضلی.com یا رضافاضلی.net اگر برید صورت همه کتاب ها رو بهتون میده، قیمت کتاب ها رو میده، پول پستی هم که از هر کجا باید بدید، در امریکا پست نداره، در کانادا و اروپا 5 دلار و 10 دلار باید اضافه کنید، در استرالیا که الان دیگه منو نمیبینن، سابقا تو پارس که بودم استرالیا منو میدیدن و مشتری زیادی داشتم، الان کسانی که در استرالیا با کامپیوتر منو میبینن، اگر خواستید کتاب سفارش بدید، برای کتاب اول 15 دلار، ولی برای کتابای دیگه همون 10 دلار مثل اروپاست، چون فکر میکنم کتاب اول یه چیزی بوده 18-19 دلار پول پستشه به استرالیا. از نویسنده های دیگر، از خاندان پهلوی 3 تا کتاب از محمد رضا شاه که یکیش پاسخ به تاریخه که هم به فارسی دارم هم به انگلیسی، پاسخ به تاریخه و به سوی تمدن بزرگ و ماموریت برای وطنم، 2 تا کتاب یعنی 1 دونه کتاب به فارسی و انگلیسی هست، کهن‌دیارا از شهبانو فرح، 1 کتاب هست از چاپور غلامرضا، خاطرات غلامرضا، 2/3 کتاب تاریخ زنده است. من خیلی راحت براتون میگم. از شاهزاده رضا پهلوی هم 1 دونه کتاب دارم، همون کتابی که نسیم دگرگونیه. هیچی و انسان خدا را آفرید، علی نماد شیعه‌گری، علی نماد شیعه‌گری برای شناخت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، 23 سال نوشته علی دشتی، 23 سال زندگانی محمد ابن عبدالله از 40 سالگی تا 63 سالگی، از بعثت تا وفات.
شرح حال و زندگانی محمد، توضیح المسائل اصلی خمینی، وارث ملک کیان از حمید خواجه نصیری، قرآن به زبان روان پارسی. ببینید در تمام ترجمه های قرآن جر و تعدیل شده، در این هم شده، این اون جایی که فرض کنید یه مسئله خیلی چیز میزنم که آقای بختیار نژاد هم بعدش نیاد، وقتی میگه که در بهشت آبهایی به شما میدن که سردرد نمیگیرید و مست نمیشید، این از نظر من خیلی ساده انگاریه. آبهایی میدن، خب شراب میدن دیگه، هرچی تو این دنیا حرامه تو بهشت حلاله، تو برو آدم بکش برو تو بهشت، اینا همه حلاله. به هر تقدیر علت این که من این قرآن رو زیاد تبلیغ میکنم، این قرآن ساده نوشته شده، سوبلمه نمیخورید وقتی میخواین بخونین. الان سوره نساء آیه فرض کنید 130 اومده، من براتون میخونم. ببینید میگه اگر از هم جدا شدند، خدا هر یک را با لطف خود بی نیاز میکند، خدا وسعت دهنده حکیم است. این جوری هست که همچون که راحت میخونید میفهمید. برای اینه من این قرآن رو تبلیغ میکنم، من میخوام بخونید ببینید تو قرآن چی نوشته. اون آقایی که از ایران به من زنگ زد و خیلی محترمانم صحبت کرد، خیلی با ادب صحبت کرد، گفت آقا من اعتقادم اینه، من هیچ گرفتاری با اون آدم ندارم، اعتقادش اینه، به کسی هم زور نمیگه، میگه اسلام از حضرت آدم بوده، یعنی آدم مسلمون بوده، اولی که آدم و الله یهوه هر کسی، ببینید نرفته دنبالش. این کتاب قصه ها رو خیلی بر شما راحت میگه، اینو من خودم جمع آوری کردم، داستان ها و قصص قرآن. یکی از دوستان همه زحمات چی کشید بندم چاپش کردم، داستان ها و قصص قرآن، قشنگ شما میخونید میبینید که کپی دقیقا از توراته، یعنی اگه تورات نبود قرآنی وجود نداشت. قرآن یه مقدار وقتی همه ادیان رو میخونی میبینی یه خورده از تورات گرفته، یه خورده از انجیل گرفته، یه خورده از اوستا، ولی قسمت اعظمش از تورات گرفته. خود تورات هزار تا دروغ دلن گفته، نه واسه نقل کرده، دریا نصف میشه، نمیدونم شطور به خاطر شطور خدا یه شهر رو میکشه، یه چیزاییست که اگر با خرد آدم بهش نگاه کنه اون وقت بعد بگه من مسلمونم یه خورده. منتها اون آقایی که به من زنگ زد حتما نخونده، حتما نخونده. من توصیه میکنم دوست عزیزم اگر میشنوی صدای منو بخون، چون دوستانی نظیر شما بودند و وقتی رفتن دنبالش و خوندن به جای دیگه ای رسیدن، بعد تلفن کرده گفته آقا دست درد نکنه. مجموعه اشعار دوست عزیزم آقای خانم هما میرافشار به نام آلاله با یک کاست که خود شاعر شعراشو خونده، گوشه های نادیده و فراموش شده از محمد مصدق، از محمد مجزا، روانشناسی محمد ابن عبدالله به زبان انگلیسی، ترجمه این کتابه نگاهی نو به اسلام. این از آقای دکتر مسعود انصاریه. اسلام در ایران، تاریخ از پتروشفسکی، یک نویسنده روسیه و تحقیق کرده راجع بهش. سفرنامه رضا شاه به خوزستان،
ایرج میرزا مجموعه اشعار بدون سانسور. ملاحظاتی در تاریخ ایران علی میرفطرس، اسلام شناسی علی میرفطرس، سروایور به زبان انگلیسی، خاطرات خود منه. امیدوارم عمری باشه به فارسیش بکنم. خاندان نوبختی کتابی است که من باز خودم چاپ کردم. این کتاب در سال 1311 چاپ شده، بعد در 1345 چاپ شده و بعد دیگه چاپ نشده تا من یک نسخهشو پیدا کردم چاپ کردم، که به قول دوستان انقدر کتاب خون هست که صد و خورده ایش رو دستم مونده. داستانی داریم. اسلام دیانتی که از نو باید شناخت، اسلام ناب محمدی، امیر نجات، یکی از کتاب‌های خوندنیه. باور کنید یکی از کتاب‌های خوندنیه. ادیان ثلاثه از نادر پیمایی، تحقیقی کرده راجع به این سه تا دین ابراهیمی. یورش تازیان، کشتار ویرانگری، از دکتر حسن رهنوردی. گات‌ها و سروده‌های آسمانی زرتشت. تنها چیزی که از زرتشت موبد آزرگوش است، یک صفحه انگلیسی، یک صفحه فارسی. و یکی از دوستان بسیار بسیار عزیز به من هدیه دادن این کتابا رو، که همینجا ازشون سپاسگزاری میکنم. میدونم هر روز برنامه های منو میبینن. شرح حال و زندگانی محمد، افسانه قدیر خم. اگر قدیر خم نبود این دکون دستگاه شیگری وجود نداشت. اگر میخواین ببینید چه جوری به وجود اومده این کتاب، که زیادم قطور نیست، حتما بخونید. آخوندشناسی از محمد پیراسته، یکی از دولت مردان زمان محمد رضا شاه. نگاهی از درون به تاریخ معاصر ایران، باز از محمد پیراسته. امیر کبیر و ایران از فریدون آدمیت. محاکمه خدا از داوود رمزی. اندیشه های میزاخان کرمانی، اندیشه های میصفت علی آخوندزاده، هر دو از فریدون آدمیت. دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی یک شکست، از علی میرفطرس. کلیات کامل عبید زاکانی. عبید زاکانی یه مدتی کلیات کاملش رو جایی پیدا نمیتونستید بکنید، الان هست. عبید زاکانی هم عصر حافظ زندگی میکرده و عجیبه این دوتا شاعر هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن و هر دوشون شعرهایی میگن که اطلاعاتی راجع به کیش مهری دارند، ولی هیچ نشانی نیست که این دوتا هم دیگر دیده باشن. عبید زاکانی و در طنز و هزلیات اولین طنزگوی ایرانیه، منتها زبانش سانسور نداره، خیلی راحت حرفشو زده، چه تو خیلی از اشعارش، چه تو خیلی از حکایتاش. یه مقداری هم حکایتهای عربی داره که ترجمه شده اونا به فارسی توی کلیاتش هست. من دارم تونتون میگم که راجع به این فیلم ها میخوام براتون توضیح بدم در پایان این گفتار، و بعد اگر وقتی شد بریم سراغ نگاهی نو به اسلام و مقدار زیادتری اطلاعات راجع به اشتباهات یا درستگویی های قرآن براتون بخونم. این کتاب رو از روزی که من میخونم، من نمیدونم چجوریه، کتاب هایی که میخونم فوری روش اردر میذارن، همشون هم میگن اون کتاب آبیه. نگاهی نو به اسلام اسمشه. این کتاب قیمت 60 دلاره،
به اضافه هزینه پست یک چیزی حدود 600 صفحه است، کتاب بسیار سنگینیه. برای پست اروپاش من باید 20 دلار بدم، ولی از شما 10 دلار بیشتر نمیگیرم. واریته آخوندی 1 و 2، نوروز 66، آلبرت هال، فریدون فرخزاد و حدود 9 تا خواننده دیگه از فریدون فرخزاد. یک کتاب دیگه، یک سی دی دیگه من دارم، یعنی DVD، که این DVD آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که خود فرخزاد و سعید محمدی توش هستن. از آقای آبرامیان تعداد زیادی CD دارم که اگر خواستید اینها رو هم براتون میفرستم. آغاز جاودانگی DVD هست، مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلسین و همچنین مراسم تاجگذاری. شرکتی هست اینجا که کتاب‌های سعیدی سیرجانی رو به صورت CD در آورده هست. ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، افسانه ها از سعیدی سیرجانی، اینا روی CD. قیمتاش هم یه خورده بالاست، ولی CD های هر کدوم 6 تا CD توشه و یکیش با صدای خود نویسنده است، صدای خود سعیدی سیرجانیه، و 5 تاش یک گوینده توانا اینها رو برای شما خونده. چرند و پرند علی اکبر دهخدا هم رو CDه. آنچه خود داشت فیلمی هست که باز من در لندن از یک فیلمی که انگلیس‌ها ساخته بودن با سیستم 1-2-3 و فکر میکردن کسی نتونه این رمزشو پیدا کنه، پیدا کردم، درست کردم، ادیت کردم و اتفاقاتی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی افتاده براتون گذاشتم. گوینده داستانم خود محمد رضا شاهه. فروهر طلا و نقره که آب طلا و نقره هستش، این نقرشه، این هم طلاشه. اینها قیمتش هست 60 دلار به اضافه خرج پست. شیر و خورشید سنجاق سینه هست که آب طلاس. باز این طلا که دیدین آب طلاس، طلا نیست، نقره است، روش آب طلا دادن. شیر و خورشید هم نقره است، روش آب طلا دادن. سنجاق سینه است، خیلی چیز قشنگی درست کردن. باز DVD هایی که از لندن اومده، آینه مسعود اسداللهی، شهره آقداشلو، اوتلو در سرزمین عجایب، دکتر سایدی، ایرج میرزا، پرویز کاردان و این قصه ای که امروز براتون میگم. شرکتی به نام چهره نما که اکثرا میشناسیدش، این شرکت ورشکست شد. هرچقدر اینجا میگن اینونتوری، هرچقدر داشت اونجا تمام چیزهایی که مونده بود، یک شخص دیگه خرید اینا رو و اینها رو چون به قیمت پایین خریده بود به قیمت پایین هم میفروشه. از من خواست که اینها رو معرفی بکنم. مقدار زیادی فیلم های قبل از شورش 57، ولی یه مقداری گلچین داره توی اینها. حالا اگر چیزهای دیگه خواستید بعد به من بگید، من ببینم این آقا داره یا نه. از ناصر ملک مطیعی، فردین، بهروز وثوقی، وحدت و ارحام صدر، این یکی چیه؟ آها، این نه. و صمد، اینم صمده. از هر کدوم یه سریای هفتایی درست کرده. این سریای هفتایی رو با کیفیت بسیار بسیار خوبه، من یکی از اینا رو باز کردم که به شما نشون بدم.
اینجاست، بهترین های فردین رو باز کردم. فرض کنید این به این صورت میاد و اون وقت داخل این هفت ویدیو از فردین، اسم اینا هست میادگاه خشم، گنج قارون، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سه چشم، سلطان قلب ها. این پکیج درست شده است، آماده است، همینجوری میاد به دست شما. از آقای ناصر ملک مطیعی، این همونه مهمان، استاد کریم نوکر تیم، خاطرخواه، غلام جاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7. و بعد از ناصر ملک مطیعی 7 تا فیلم، از بهترین های وحدت و ارحام صدر، شوهر کرایه‌ای، یک دل و دو دلبر، کی دست گل به آب داده، شوهر پاستوریزه، من میخوام، مال ارحام صدر تئاتره، وادنگ باز مال ارحام صدر تئاتره، و تولدات مبارک. این 7 باز یه پکیجه که به همین صورت میاد و شما خیلی راحت اینجوری من براتون نشون بدم که چه جوره این رو ببینید. اینا به این صورت میاد، همینجور رو هم دیگه است. هفت تا فیلم توی یه دونه جعبه است، مثل همون فیلم های چیز که بهتون میدادم، مثل این فیلم، این هم مال همون شرکته، خاک ناسپاس، تو این 10 تا ویدیوست. منتها اینا رو یه جوری ارزون به من داد، منم همون ارزون، هیچ خودم دیگه روش هیچی نکشیدم، $50 به من داد، گفتم $50 مال شما، چون اون آدم دلم میخواست زودتر پولشو بگیره. از آقای از گوگوش یادم رفت اینو بگم، از گوگوش 7 تا فیلم، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر. 7 از گوگوشه، یعنی این شد 1 و 2 و 3 و 4. از بهروز وثوقی 2 تا پکیج داره، من یکیش رو آوردم، تنگسیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. اینم باز مثل همین 7 تاست، منتها این تو 7 تا جلد سوا سواست. اینها رو از صمد، چند تا شد؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا، 6 تا سری از 6 تا هنرپیشه. صمد آرتیست می شود، صمد به مدرسه می رود، صمد خوشبخت می شود، صمد و سامی، لیلا و لیلی، صمد در به در می شود، صمد در راه اژدها، صمد و قالیچه حضرت سلیمان. من یه چیزی به شما بگم، بچه های من با صمد فارسی یاد گرفتن. موقعی که اینها به سن 4-5 سالگی می رسیدن، من فیلم های صمد رو براشون می ذاشتم که فارسی رو روون یاد بگیرن، و چون فیلم کمدی بود، اینا یواش یواش شروع میکردن و فارسی رو با لهجه صمد حرف میزدن. از شاهکارهای پرویز صیاده که این کاری کرده، شاید کسی دنبال این کار نرفته. بچه هاتون اگه میخواین فارسی یاد بگیرن، فیلم صمد رو براشون بذارید، اون وقت بعد خودشون لهجهشون رو درست میکنن. فرض کنید من هیچ وقت یادم نمیره، من دخترم که الان دکتره، این اومده بود میگفت بابا ما ماست دوست دارم، گفتم اینا کجا یاد گرفتی؟ گفت صمد میگه.
اینی که واقعا برای بچه ها خیلی لازمه اگه بخواین راحت فارسی یاد بگیرن، اون وقت در تعقیب اون از فیلم های دیگه میتونه استفاده کنیم. دو سری دیگه هستش، یکی ایتالیا ایتالیا، فکر میکنم سه تا نوار باشه، تا اونجا که من ایتالیا ایتالیا رو میشستم نوار سه تا نوار بیشتر نیست، سه تا دیویدیه و دایجان ناپلئون روی 8 DVD 15 ساعت برنامه است. اینها رو هر کدوم رو بخواید $100 به اضافه خرج پست. اما یکی از دوستان من از لاس وگاس زنگ زد، آقای فاضلی من میخوام مخلوط باشه، از هر کدوم یه دونه یا دو تا سوا کن برای من بفرست کنم باشه، و همین کار رو براش کردم. اینه که کیفیت فیلم ها بسیار خوبه، چک کردم خودم. کسانی که از اینترنت استفاده میکنند www.rezafazili.com یا rezafazili.net هر کدوم استفاده کنید، روزهای شنبه و یک شنبه من فیلم سینمایی میذارم براتون. این فیلم سینمایی هفته پیش قیصر بود و دیدید کیفیتش چقدر خوب بود، از همین فیلم ها استفاده کردم. این هفته گنج قارون رو دارم میذارم، باز از همین فیلم ها استفاده کردم. اگه کیفیت فیلم ها رو میخواین ببینید، به کامپیوتر دسترسی دارید، برنامه شنبه یه شنبه رو ببینید. این فیلم ها اگر بخرید باز تو این $100 کمکی به برنامه من میشه، چون اینها به قیمت ارزون خریده شده، یعنی انبار خریده طرف رفته اونجا گفته آقا این انباری که شما داری قبل از اینکه به ورشکستگی بری چند، گفته این قیمت رو هم فروخته. به زبون انگلیسی همه این منتوری رو خریده، چون ارزون خریده مقداری هم برای خودش کشته روش. اگر شما $100 از من بخرید $20 هم برای من میمونه، پستش میکنم و اضافه خرج رو نمیدونم بسته‌بندی و اینا رو هم همه رو از جیبم میدم، که حداقل مثلا تو هر پکیجی که شما میخرید $20 برای برنامه کمک بشه، همون کاری که برای کتاب دارم میکنم. کتاب هایی که من همینجوری تلگرافی گفتم و رد شدم، الان فکر میکنم یه روبی وقت دارم تو این، یا نه یه روبم کمتره، تو این یه روب براتون توضیح میدم کتابا رو. از آقای شجاع الدین شفا، از کلینی تا خمینی، در پیکار با اهریمن، جنایت و مکافات پس از 1400 سال، دو جلده. ببینید از کلینی تا خمینی، کلینی کسی بود که پایه‌گذار دین شیعه بود، کلینی کسی بود که بعد از اون 4 نفری که می رفتن امام زمان رو تو زیر زمین می دیدن و می مدن بیرون و پول می گرفتن، می گفتن پول می زدیم تو خیک روغن واسش می فرسیم، چون یارو روغن فروش بود. وقتی هم بهش گفتن امام زمان کجا رفته، گفت فکر کجا دید این روغناشو تو سرداب نگرم داشت که خراب نشه، گفت رفت تو سرداب. بعد از اینا اون آخری اومد گفت دیگه امام زمان با کسی ملاقات نمیکنه. بعد اومدن تعداد زیادی نایب درست کردن، اولیش کلینی بود، سقط الاسلام کلینی، اون وقت آیت الله مایت الله هنوز اختراع نشده بود، اون اولیش بود، آخریش هم خمینی بود. البته آخریش نیست، حالا به قول اون رفیقمون تا آخر دنیا ادامه داره، آخوند ارث بابای فلان فلان شده شو از ما طلبکاره، ما هر چی کار میکنیم باید ببریم بدیم آخوند، آخوند بره تو چا بده به امام. حالا تو چا چی به امام میده من نمیدونم. در پیکار با اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی بود که شجاع‌الدین شفا نوشت.
بعد در پیکار اهریمن از حنظله بادقیسی از فردوسی میاد تا حدود 20 سال پیش تا شاعران هم عصر ما. اینا رو شعرهایی که بر ضد آخوند گفته، جنگ فرهنگ ایران با خرافات دینی، جنایت و مکافات، 4 جلد کتاب بود که آقای شجاع‌الدین شفا اینا رو اومد فشرده کرد در یک جلدش کرد. پس از 1400 سال دو جلد، هنوز دو جلد این سرگذشت 144 امیرالمؤمنین از ابوبکر تا آخرین امیرالمؤمنینی که خلیفه عثمانی بود در سال فکر میکنم 1924 یا 42 در به دست آتاتورک از بین رفت و خلافت از بین رفت. ما تا قرن گذشته خلافت داشتیم، یعنی تا 70-80 سال پیش هنوز خلافت اسلامی بود. تولدی دیگر شاهکار شجاع‌الدین شفا که با خوندن تولدی دیگر، در تولدی دیگر نقل قول از 300 دانشمند و از 100 کتاب، کسی نبوده تولدی دیگر رو بخونه و بهش ایراد بگیره مگه اینکه آخوند باشه. این 7 کتاب توی جلد زخیم و یکی هم 30 گفتار، این 7 کتاب توی جلد زخیم یک پکیج به قیمت 300 دلار به اضافه خرج پست، حقوق بشر، قانون بیضه، بمب اتمی. در سال 2007 آقای شفا نوشته افسانه آفرینش 4 داستان از صادق هدایت به اضافه پیشگفتار شجاع‌الدین شفا، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا هست فروغ‌هایی در تاریکی که قسمت‌هایی از تمام کتاب‌های آقای شفا توی فروغ‌هایی در تاریکیه. از آقای مهدی شمشیری که اسمش از قلمم افتاد، کتاب‌هایی که دارم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نویافته‌هایی درباره دکتر محمد مصدق، راه آهن سرتاسری ایران رضا شاه بزرگ و محمد مصدق، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت، اینجا مثل این که دارم اون برای سخت پیدا کردنش ولی عیب نداره، این کتاب قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیت از شروع قرارداد تا اجراش از بالا تا پایین، و این هم زندگی نامه مصدق از تولد تا اخذ تابعیت سوئیس، نوشته از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. راهن سرتاسری ایران که الان ندارم تموم شده، اسرار قتل میرزا علی اصغرخان اتابک، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، خاندان امام خمینی که امامش رو خط زده، خاندان مستوفیان آشتیانی، گفته نشده ها درباره خمینی، این نویافته هایی درباره محمد مصدق و این بلای سلمان رشدی. اتفاقا کتاب آقای شمشیری رو همه رو دارم. آقای شمشیری واقعا تحقیق میکنه و خسته نمیشه از نوشتن، دستش درد نکنه. شناخت مظفرالدین شاه و احمد شاه بر پایه اسناد، چپولها و کسانی که ایران رو فروختند به آخوند و نوکر آخوند شدند و زیر عبای آخوند رفتند، اینها میخوان بگن که احمد شاه آدم دموکراتی بود. اگر میخواید بدونید احمد شاه چه جور آدمی بود، در زمان خودش بهش میگفتن احمد علاف، برای اینکه احتکار گندم میکرد، مردم از گشنگی میمردن،
قحطی اومده بود، این قیمت رو تکون نمیداد. آخرین کتابی که از آقای مهدی شمشیری به دست من رسیده، افسانه سازی های الله در مورد اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این کتاب هم کتاب بسیار خوندنی است. کتاب های هوشنگ معین‌زاده، خیام و آن دروغ دلاویز، آن سوی سراب، کمدی خدایان، آیا خدا مرده است، بشارت، خدا به زادگاهش برمیگردد و آخرین کتابش ظهور، حکایت من و امام زمان. و بریم سر کتاب آبیه. این کتاب رو من نمیدونم چرا جا انداختم، یادم رفت براتون بخونم. تاریخ ایران و ارمنستان، نوشته دکتر جوزف ملیک حسپیان. چیزهایی توش بود که واقعا من نخونده بودم جای دیگه. کتابی هست از آقای ناصر انقطاع به نام حافظ و کیش مهر، کتاب تحقیقی بسیار خوبیه، من خوندم، خودمم ندارم ولی چون کتاب خوبیه تبلیغش میکنم. در آیه های 61 و 68، 62 سوره احزاب، الله رحمان رحیم اینجور دستور میدن: اگر منافقین و آنهایی که دارای قلب بیمارگونه هستند، دیگه با خودتونه که تشخیص بدید که چه کسی قلب بیمارگونه داره، این نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنن مثل دانشجوها، دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید، با ستمگری و با بیرحمی آنها را بکشید. الله دستور می‌فرمایند قتلوا قتلوا، آیه های 61 و 62 سوره احزاب. آیه 216 سوره بقره می‌فرماید کشتار برای شما اجباری است، اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آنها را می‌داند. پس اگه الله گفت بکشید، برید بکشید. من اینهایی که براتون خوندم، چون دفعه پیش بهتون گفته بودم، یک جاهایی هست در این کتاب خیلی به قول فرنگی ها هاش صحبت میکنه. هاش یعنی ملاحظه رو همه جور میذاره کنار. مثلا تیتر اینجا نوشته میگه آیا محمد یک فرد خونخوار بود؟ آیه 67 سوره انفال به شرح زیر به پرسش بالا پاسخ میدهد: هیچ پیامبری را روان نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد. هیچ پیغمبری حق نداره قبل از اینکه همه کشور بگیره اسیرانو فدیه بگیره و پس صحاباش بده. چرا؟ برای اینکه میرن دوباره جنگ، میان جنگ کنن دیگه. بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. حالا این جمله رو یا محمد گفته یا الله گفته فرق نمیکنه. آقایون، خانم هایی که فکر میکنن الله دین رفعته، آیه 67 سوره انفال این چیزی بود که براتون خوندم. اگر فکر میکنید این دین دین رحمته، من با شما جنگی ندارم. در قسمت بعدی
الله شریک جرم داوطلبانه اقدامات تروریستی محمد می شود. چون وقت من تموم شده، اگر بخوام برم این رو تا آخر براتون بخونم یک 3-4 دقیقه طول میکشه. یک قاضی هست از ایران شکایت به من میکنند، من کاری نمیتونم بکنم، ولی یکی از این آخوندها نمیدونم چیکار کرده، 5 نفر 6 نفر، حالا نمیدونم این 5 نفر 6 نفر با هم دیگه ارتباط دارن ندارن، به من تلفن کردن، نشونی یه قاضی رو دادند که این قاضی 2 نفر که میرن پیشش اینا رو وای میسونه، میگه تو چقدر میدی، تو چقدر میدی، رأی مال اون کسیست که بیشتر پول میده، یعنی در واقع رأیشو به فروش میذاره. 4-5 نفرم به من زنگ زدن، هنوز من نمیخوام اسم بگم، ولی اگر این کار ادامه پیدا کنه دوشنبه حتما اسم این قاضی رو میگم. کاری هم نمیشه کرد برای شمایی که توی ایرانید، اگر یه وقت گزارتون طرف این قاضی افتاد، برید یه کاری بکنید که یه قاضی دیگه، یه شهر دیگه، یعنی نمیدونم، نمیدونم اونجا یه شعبه دیگه، اونجا نمیدونم چیکار بکنید. ولی این قاضی 2 نفر میذاره، میگه که شما چقدر میدی، میگه اینقدر، شما چقدر میدی اینقدر، و خودش میبنده ماجرا رو. به هر تقدیر دوستان، یادتون باشه که این برنامه اگر کمک نشه، توی پارس که بودم هی میگفتم برنامه من اومدن بخرن، جای من اومدن بخرن، زمان من اومدن بخرن، کسی حالیش نبود. حالا میگم تا اونجایی که نفس دارم من کار میکنم، تا اونجایی که بتونم، اما شماها باید کمکم کنید، حداقل از جیبم پول ندم، چون کاری که دارم میکنم اشاعه خرده. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.